بینندگان گرامی، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. شیخ حامد عبدالرزاق از فعالان دینی و از وکلای مرجعیت در کشور کویت طی حضور در بیت مرجع عالی قدر آیت الله العظمی سید صادق شیرازی در شهر مقدس قم با معظم الله دیدار کرد. وی طی این اقدام گزارشی از فعالیت‌های تبلیغی و فرهنگی خود به محضر مرجع عالی قدر ارائه کرد و از توصیه‌های ایشان در زمینه اهمیت فعالیت‌های دینی و تبلیغی بهره‌مند شد. مؤسسه آتش فشان شناسی و زلزله شناسی فیلیپین روز گذشته یک شنبه 15 بهمن از فعالیت آتش فشان مایون خبر داد. این فوران باعث ایجاد ستونی از دود و خاکستر به طول 1200 متر شده است. ساکنان محلی شنیده شدن غرشی شبیه رعد و برق و به دنبال آن خروج توده های خاکستر و بخار از دهانه آتش فشان را گزارش کردند. و خبری از مسلمانان در آمریکا. در ادامه واکنش‌ها به یک مقاله روزنامه سرشناس وال استریت جورنال درباره ساکنان مسلمان و عرب تبار شهر دیربورن در ایالت میشیگان، جو بایدن آن را محکوم کرد. وال استریت جورنال روز جمعه 13 بهمن نوشته تحت عنوان به دیربورن پایتخت جهاد آمریکا خوش آمدید منتشر کرد. در این نوشته ساکنان این شهر که 54% عرب تبارند، چهره‌های مذهبی و سیاستمداران آنجا به حمایت از فلسطین متهم شدند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز یک شنبه محتوای این مقاله وال استریت جورنال را آلوده به نفرت از عرب‌ها و مسلمانان توصیف کرده است. سازمان جهانی بهداشت میگوید که از زمان صدور دستور اخراج مهاجران و پناهجویان غیرقانونی از پاکستان در ماه سپتامبر سال 2023 تا 13 ژانویه سال جاری میلادی 500,200 نفر از آن کشور به افغانستان بازگشتند. این نهاد روز یکشنبه 15 بهمن با نشر گزارش جدید خود گفته است که حدود 48% از مهاجران و پناهجویانی که از پاکستان وارد افغانستان شده اند زنان هستند. دانشمندان دانشگاه کرنل به کشف مهم جدیدی دست یافتند که شارژ باتری ها فقط در چند دقیقه را ممکن می کند. پژوهشگران امیدوارند که این پیشرفت ها بتواند به پذیرش و استفاده گسترده از وسایل نقلیه برقی کمک کند، از جمله با ارزان تر کردن باتری ها و همچنین با ابداع روش های زیست پذیرتر استفاده از این فناوری. در پی حمله به یک مرکز پلیس در دیر اسماعیل خان در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان، دست کم 10 مأمور پلیس کشته و 6 نفر دیگر زخمی شدند. به گزارش رویترز این حمله ساعت 3 بامداد امروز دوشنبه 16 بهمن به وقت محلی در منطقه دارابان انجام شده است. بنابراین گزارش، مهاجمان مسلح ابتدا با تکتیرانداز نگهبانان پاسگاه پلیس را هدف قرار دادند و سپس وارد این مرکز شدند. با نزدیک شدن انتخابات در پاکستان، افزایش چنین خشونت‌هایی نگرانی‌های امنیتی زیادی را به وجود آورده است.